sharpest people in the room that are the most excited about this. So what are they seeing? اینترنت شیوه ارتباطی دنیا رو تغییر داد. بیت کوین کارکرد پول رو تغییر میده. You can basically put a bank in your pocket. And buy some secret stuff. There is now a new note that people are starting to talk about, the Bitcoin, the money of the future. بیت کوین به عنوان جایگزینی برای سیستم بانکی طراحی شد. In the midst of a serious financial crisis, and the federal government is responding. برعکس اغلب پول‌های رایج، بیت‌کوین بر اساس سلسله قوانینی ثابت صادر میشه. هدف اصلی ایجاد پولیه که دولت مرکزی نتونه ارزشش رو دستکاری کنه. The government, no matter how many guns they draw, cannot change a mathematical problem. They can point their guns at 2 plus 2, but it's always going to equal 4. تصور معنای این مسئله اعجاب انگیزه. اینکه یه پول جهانی بدون مرکزیت داشته باشیم و این اتفاق در حال رخ دادنه. خب یه توضیح کلی در خصوص بیت کوین بود و اهمیت این مجموعه تو مدرن اکونومی تهیه شده، دوبله فارسیش انجام شده بود و میدونم که یه بارم شبکه 4 سیما اینو پخش کرده. یه تیکه دیگه از این فیلمو ببینیم با هم که در خصوص استخراج بیت کوین میخوام یه حسی داشته باشین. این دوستمون از قدیمی‌های این بازاره و حالا توی اولین نفر آخرین نفری که با ساتوشی ناکاموتو حالا گروه فرد یا اسم ساختگیه رفته چیز بوده، در ارتباط بوده از طریق ایمیل. بیت کوین چیه؟ بیت کوین یه تکنولوژی انقلابیه که تراکنش وجوه از طریق اینترنت رو به شیوهی نوین ممکن میکنه. میتونیم به شکل یه سیستم افتتاح حساب بهش نگاه کنیم که در اون هزاران کامپیوتر در سراسر دنیا با هم کار میکنن تا مالکیت ژتون‌های دیجیتالی که بیت کوین نام دارن رو ردگیری کنن. وقتی به کسی بیت کوینی میفرستین، تراکنش در سراسر شبکه منتشر میشه. بعد از تایید در دفتری همگانی به ثبت میرسه که بلاک چین نام داره. بلاک چین حاوی تمامی تراکنش بیت کوین هایی که از آغاز راه اندازی این سیستم به انجام رسیده و در سراسر شبکه اشتراک گذاری و نگهداری میشه. اغلب پول های رایج توسط قدرت مرکزی منتشر میشه که کنترل عرضه پول رو در اختیار داره. بیت کوین پس قدرت مرکزی در کار نیست. در عوض بیت کوین ها برای کاربرانی که به تراکنش های درون سیستم کمک میکنن صادر میشه. به این میگن استخراج بیت کوین. متخصصان کامپیوتری هستند که کار تایید و ثبت تراکنش ها رو در بلاک چین به عهده دارن. استخراج کننده ها به عنوان پاداش کارشون بیت کوین دریافت میکنن و بیت کوین های جدید به این شکل درون سیستم عرضه میشن. سیستم به شکلی برنامه‌ریزی شده که در هر حالتی تنها 21 میلیون بیت کوین وجود داشته باشه و هر چه زمان بگذره پاداش استخراج کاهش پیدا میکنه. نتیجه یه عرضه پیش بینی شده است که به وسیله کم یا بودن بیت کوین کنترل میشه و بیت کوین رو تقریبا به چیزی مثل طلای دیجیتالی تبدیل میکنه. این اولین پول اینترنتیه و هر کسی اجازه داره ازش استفاده کنه. با بیت کوین میتونین هر مقدار پول رو به هر کسی به هر جای دنیا بفرستین به آسونی فرستادن یک ایمیل. واقعا به آسونی از دوستانی که تجربه این انتقال پول داشتن دقیقاً میدونن و متوجه این مسئله هستن که چه اتفاق جالبی در صنعت مالی رخ داده و تحولی که این ایجاد خواهد کرد تمام ابعاد زندگی ما رو تحت شعای خودش قرار میده. من این دو تا تیکه فیلم دیگه هم هست برامون که به نظرم میتونه به شما یه دید بهتری بده. من اون هم به شما نمایش بدم. ساتوشی ناکاموتو ساخته که البته به نظر من این باید اسم مستعارش باشه. در هالووین 2008 کسی با نام کاربری ساتوشی ناکاموتو لینگ رمزنویسی پست کرد. مدتی روی یه سیستم پولی الکترونیکی کار میکنم که کاملا همتا به همتاست و هیچ شخص ثالث معتمدی درش دخیل نیست. این پست حاوی لینکی به یه صفحه سفید بود که درش ساتوشی یه سیستم پرداختی تازه رو برای اینترنت پیشنهاد داده بود. در این پست از سیستم پروف آف ورک و رمزنگاری عمومی استفاده میکرد. محققان کامپیوتر سالها با این تکنولوژی ها سر و کله زده بودند تا بتونن پولی دیجیتالی خلق کنن. اما
ساتوشی راهی برای تلفیق این شیوه ها پیدا کرد که پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده بود. اون به این ترتیب بیت کوین هیچ ردی از ناکاموتو وجود نداره. در صفحه کاربریش ادعا کرده بود یه مرد 34 سال است و در ژاپن زندگی میکنه. گرچه ساتوشی ناکاموتو یه اسم ژاپنیه، در زمان ارتباطات آنلاینش به انگلیسی سلیس مینوشت و برای مخفی نگه داشتن هویتش. به هر حال برنامه نویسا و رمزنگارا از سراسر دنیا به نبوغ طرح ساتوشی پی بردن و برای بست بیت کوین با اون شروع به همکاری کردن. در اکتبر 2009 اولین نرخ مبادلات منتشر شد. هر 1309 بیت کوین یک دلار. بیت کوین ارزون بود و در طول سال بعد به ارزش چند سنت مبادله میشد. در بهار دو یه ذره بیم عقب‌تر. برای بست بیت کوین با اون شروع به همکاری کردن. در اکتبر 2009 اولین نرخ مبادلات منتشر شد. ارزش هر 1309 بیت کوین یه دلار. تصور این که کسی اومده 100 دلار روی این بازار ریسک کرده و گفته حالا باش کار ندارم، که توی دوره من به این میپردازیم که رد این کیف پولایی که تا الان تکون نخورده رو بزنیم ببینیم چه جوری، چون یه شاخص مهمیه که خیلی از شرکت تحلیل. ولی تصور این که 1301 9 بیت کوین یه دلار و اگر 100 دلار خریده باشه یه حساب ضرب و تقسیمی بکنیم و حسابش کنیم به امروز ببینیم چه عدد بزرگی میشه، واقعا لذت بخشه. ادامه شما هم ببینیم. یک دلار. بیت کوین ارزون بود و در طول سال بعد به ارزش چند سنت مبادله میشد. در بهار 2010 مردی از فلوریدا به نام لازلو تصمیم گرفت با استفاده از بیت کوین هاش چیزی بخره. اون پیشنهاد کرد به هر کسی که براش پیتزا بخره 10,000 بیت کوین میپردازه. مردی در لندن پذیرفت و با یک تماس از راه دور از پاپا جونز براش 2 پیتزا سفارش داد. این اولین تراکنش بیت کوین برای یه معامله خوب محسوب میشد. بیت کوین داشت اوج می گرفت، اما برای پای گرفتنش باید بیشتر در دسترس عموم قرار می گرفت. یک صرافی در توکیو به نام دار بیت کوینی که با دادن بوده معادل 25 دلار بوده برای خرید این دوتا پیتزا. و جالب براتون بگم 22 می رو هر سال علاقمندان بیت کوین به عنوان روز پیتزای بیت کوینی جشن میگیرن. مونتگاکس اولین نهادی بود که بازار به دست گرفت و حجم مبادلات کم کم اوج گرفت. تا نوامبر 2010 4 میلیون بیت کوین استخراج شده بود و نرخ مبادلات تقریبا به 50 سنت به ازم رسید. بیت کوین به عنوان شکلی از پول کم کرد. His name is Julian Assange. من برگردم به مبحث کلاسمون. باید شما ادامه شو بتونید با هم دیگه ببینید. خب الان ساعت 8:03 است و ما یک ساعت داریم با هم صحبت میکنیم از جلسه دو ساعته امروزمون. من میخواستم 5 دقیقه آنتراک بدم اگر موافق هستین، که شما هم حالا یه مقداری به قول من رو یه ساعت نشستن و حرف گوش کردن شاید یه مقدار سخت باشه. 5 دقیقه بعد یعنی 8:09 برگردیم و از اون برم کلاسمون قطعا تا این 5 دقیقه رو اضافه میکنیم، میشه 9:05. پس اگر موافقین با هم یه 5 دقیقه استراحت کنیم. آقای جوادی پور هم یه متن نوشتن که من نمیتونم بخونم. آقای یوسفی دوست عزیزمون اگر بتونید اینو برای من واضح بنویسید ممنون میشم. ضمناً یه سری سواله براتون آقای مهندس یوسفی اینجا میذارن. رادیو باطمیه، من فقط میخوام یه فیدبک از شما بگیرم که بدونم حالا با هم کار داریم، میخوام زحمت بکشین اونا رو پاسخ بدید.
بله کاملا درسته، بازاری که سود میده بعد ازش گرفتی که فرصت، هیچ تعصبی ما به بازار کریپتوکارنسی نداریم و هر کسی هم میخواد وارد بشه بر اساس ریسک خودشه، چون از اینجا به بعد قطعا دوستان شما بهتون مراجعه خواهند کرد و بگن که حالا چه جوریه و پشتوانش چیه و حالا یه بحثی برای پشتوانه دارم امشب که حسابی کیف میکنیم. خب 5 دقیقه استراحت، بعد از 5 دقیقه میبینمتون، فعلا.